سید محمد علی طباطبایی پژوهشگر دینی از قم همراه ما هستند تا از منظر دینی به بررسی این موضوع بپردازیم. حاج آقای طباطبایی، با سلام و عرض ادب و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. حاج آقا بفرمایید، آیا سیاست‌های دهه‌های گذشته دولت ایران در مقابله با فرزندآوری صحیح بوده و یا آیا آموزه‌های دینی در این زمینه به ما چه میگن و چه راهکارهایی برای قانع کردن مردم به ویژه جوانان برای تشکیل خانواده، ازدواج و فرزندآوری وجود داره؟ بفرمایید. متاسفانه در شرایطی که مملکت ایران با مواجه هست، یعنی اینکه در جامعه ما با نرخ 1.2% در ازای زاد و ولد رسیدیم، عوامل بسیار زیادی بود که اصلی ترین اونها این روند متاسفانه نزولی سبک زندگی ایرانی و سنتی از متد الهی و شریعتی اسلام به سمت سوی سکولار است. میدونید که در زندگی سکولار اصلا تمایلی به کثرت اولاد وجود نداره. کنار این هم متاسفانه مشکل تامین معیشت هم یکی از اصلی ترین عامل گرایش خانواده ها به سوی تک فرزندی است. همه اینها ناشی از ضعف متولیان در محدوده و جو اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی جامعه در یکی دو دهه اخیر بالخصوص بوده. یعنی اینکه متولیان اعتقادی جامعه نتونستند جلوی پیشرفت رسوخ و نفوذ سکولاریسم در زندگی ها رو بگیرن و این به خاطر این بوده که نتونستن از جذابیت‌های دینی برای مردم بتونن بهره برداری کنن و متاسفانه جذابیت‌های دینی در جامعه ما به دافعیت تبدیل شده. وجود مبارک حضرت حق و معصومین علیهم الصلوات در تمامی ادله دینی ما، اعم از آیات و روایات و حتی قواعدی که در این زمین علمای سلف و خلف ما تعیین کردن، ناظر به این هست که اولین مقامی که در یک جامعه بسیار بسیار محترم و بسیار منظور است مقام خانواده است و برای این مقام خانواده که یکی از ارکان و سلول‌های حیاتی هر جامعه هست، آیاتی هست که ناظر به افزایش جمعیت، با توجه به این که در قبال این افزایش جمعیت ما آیاتی داریم که دال بر تضمین روزی از طرف پروردگار هست و مختلف این آیات، از آن طرف آیاتی که ناظر هست بر اهمیت بقای نوع بشر که این در کنار آیات دال بر تضمین روز از طرف پروردگار و آیات ناظر به افزایش جمعیت، نشان دهنده اهمیت این موضوع در بعد دین رو داره. از اون طرف ما روایاتی داریم که مشوق ازدواج هستند، روایاتی که در قبال ازدواج آسان تشویق میکنن، روایات مطلوبیت فرزندآوری، بالاخص روایاتی که تأکید میکنن بر ازدواج با زنان صاحب زاییدن و ولد آوردن، مطلوبیت کثرت تعداد فرزندان. حتی ما روایاتی داریم که جلوگیری یا عذر رو مکروه میدونن، چه بالاخص که سقط جنین رو در بیشتر موارد حرام و قتل نفس میدونن. از اون طرف قواعدمون، قواعد علمی ما، قواعد دینی ما ناظر بر تکثیر موالیده، چه این قواعد متکی بر عقل باشه، چه قاعده های تقدیم اهم بر مهم باشه، چه قاعده ترجیح بلا مرجح ما باشه، مجموعه این ادله دلالت امر می کند بر وجوب کثرت موالید. حتی من در یک برنامه‌ای که قبلا خدمت شما بودم عرض کردم خدمتون که بسیاری از این نصوصی که آمدن، نصوصشون وجوب این نصوص وجوب عینی است و
حتی به کفایی هم نمیرسه در اینکه معصوم علیه السلام به ازدیاد نسل شیعه تأکید زیادی دارن. تهدید نسل از باب مستوجب شدن ضرر سالمند شدن جمعیت ایران و آثار سوء اقتصادی که بر این اساس بر جامعه تحمیل میشه، اینها میتواند از باب این که کفار رو بر این مردم مسلط میکند مورد توجه قرار بگیره. ما حسب ادله شریعت میتوان اینگونه نتیجه گرفت که از منظر آیات و روایات میباید برای یک شیعه مسلمان از طرف متولیان امر گونه‌ای سبک سکولار رو، مزار سبک سکولار رو گونه‌ای تشریح کرد که جامعه تشویق شوند از آن سو به طرف متد الهی برگشت کنند و رجوع کنند. چه اینکه اگر این اتفاق نیفتد و همچنان جامعه در این ورطه نابودی به سیر متاسفانه خودش ادامه بده، ما در آتیه نترندان دور مواجه با یک خطر فقدان جمعیت شیعه خواهیم بود که این میتواند آرزوی دیرینه دشمنان از صدر اسلام تا کنون باشد. بله، با تشکر از سید محمد علی طباطبایی پژوهشگر دینی که از قم همراه ما بودند و با توضیحات خود از منظر دینی به بررسی این موضوع پرداختند.